با درود گرم خدمت بینندگان عزیز، این روزها لس آنجلس مهمان یک رفیق قدیمی اول از همه و یک پژوهشگر شاهنامه، یک دلسوز فرهنگ به خصوص برای کودکان. ما چندین بار که با هم صحبت میکردیم این مهمان عزیزمون میگفتش که من به این نتیجه رسیدم که قبل از اینکه ما کار سیاسی بکنیم کاش کار فرهنگی کرده بودیم، و درست هم میگفت، به خصوص کار فرهنگی و روی کودکان. امروز در خدمت دوست عزیزم مازیار قویدل هستیم که چند روزی رو در لس آنجلس هست و ما ازش بهره فراوان میبریم. مرسی مازیار جان از اینکه اومدی. بالاخره سپاسگزارم، درود میفرستم به خودت، خانم دوره جان و همه بینندگان و شنوندگانتون، و مهری که بیش از 50 ساله به ما داری و همیشه هم مهمان نوازی و مهمانتی. عزیز دلین مازیار جانم، آقای قویدل باید بگم، البته مازیار رو ما تو خونه باید بهش بگیم، جلو دوری میگیم آقای قویدل. آقای قویدل رو احتمالا خیلی از شماها با چهرش آشنا هستید، یا حداقل با اسمش و کارهای ارزندهی که کرده آشنا هستید. آقای قویدل غیر از حالا اینکه خیلی شهرت داره به اینکه کارهای ارزندهی کرده برای شناسایی شاهنامه، کار روی شاهنامه کرده، و حالا براتون در ادامه زحمتهایی رو که تو این زمینه فرهنگی کشیدن براتون میگم، ولی کار ارزنده، بسیار ارزنده ای که من خیلی براش ارزش قائلم، کارهایی است که برای کودکان کرده و اون هم کتابهای کودکانه. مثلا خودت یه توضیح بده راجع به این کارهایی که کردی. کتابهای کودکان چند گونه است. یک کتابهایی که من آغاز کردم با یاران آموزشی یا کمک آموزشی که با سهراب گردآفرید آغاز کردم، که این 4 کتاب گوناگونه با زبان پارسی بسیار ساده و روان. این کتاب، این به زبان پارسی، این به زبان انگلیسی گمان میکنم، به 4 زبان من اینو دارم. همه کتابا رو نیاوردم چون 36 کتاب بوده. به زبان بلوچی هم دارم، به زبان سوئدی هم دارم. امیدوارم بتونیم به گویش آذری و کردی و بلوچی که دارم اونای دیگه هم در بیاریم، عربی هم گفته بکنم، چون زبان هایی که در ایران داریم ما به کار میبریم یا گویش هایی که داریم میکاریم، این همه زبان ما هستند. بله. امیدوارم در آینده همه اینا رو باشون آشنا باشیم. شروع کارتو با این کتاب هایی شروع کتاب ما با پژوهشی در اوستا و آینه زرتشت. آره. بله. دو تا پیش از اون داشتم، دو تا جونگ بود که دیگه کتاب هایی در این روند و اینجوری آغاز کردم که اینا رو آغاز کردم. و راستش جان باقری، من مخالفم این که بیایم شاهنامه رو به نثر بکنیم. توانایی نداره نثر، یعنی 60 شاهنامه باید در بیاریم، 70 تا بهشون شاهنامه. درسته در یه زمانی زندیات یارشات و استاد جارشادری یا کسای دیگه این کار رو کردن، دستشون درد نکنه برای اون زمان. بچه این زمان دیگه بچه چتکه نیست، بچه کامپیوتره. درسته. باید درک بکنه، و ما بچه هایی داریم از 4.5 سال به بالا با ما آشنا شدن، کار کردن، هم با آموزش زبان هم با شاهنامه. الان شاگرد خیلی داری در ایران هم داری میدونم. آره. ایران داریم بسیار، و تواناییشون بسیار بالاست. بچه ها امید آینده ایران هستن. نمیدونم ما ببینیم اون ایران درخشان رو یا نه، من خودم میگم، ولی بچه ها این رو میسازن، ایران رو دوره میسازن. پس از اون اومدم من به کتاب های آموزشی روی آوردم. خب یه 30 سال بود در اندیشه این بودم، تا هنگامی که من ناچار شدم ایران رو بذارم و بیام. پژوهش کردم، کتاب های گوناگون گرفتم در جاهای دیگه، حتی در امریکا چاپ شده بود، دیدم، و سپس اینا رو درآوردم. کتابای دیدم که بچهای چپ درآورده بودن و اینها ایدئولوژیک بود، یعنی همش ستاره پنج سر سرخ و از این داستانا قشنگ نبود، و تاریخ ایران رو بد میگفتم برای بچه‌ها. سپس اومدم و این کتابا رو آغاز کردم. این کتابا رو حالا حرفتم آقای قویدل قطع میکنم، این کتابها از کلاس اول آموزش زبان هست، کلاس دوم همینجوری میره تا کلاس نهم. همه این کتابها فقط باید ببینین، میدونین با گفتن و توضیح دادن واقعا نمیشه اینها رو شناسوند. این کتاب ها اولا که
کلمه عربی درش نیست. به جز کتاب یک. کتاب دو برای نمونه همه کتاب 6 واژه عربی یعنی خارجی داره. بله. یکیش خود کتابه، چون ما به جز کتاب اگه نسک یا نیبه که اینا میگفتیم نویک و اینا پیدا نمیکردن. این هستش که خود کتابه. هنگامی که نوروز میگیم نوروز پیروز، نوروز خجسته باشه، عیدتون مبارک هم گفته شده، این سه تا ثانیه دقیقه ساعت، چون تاسو بگیم کسی سردر نمیاره. بله. یعنی من باور به این ندارم که زبان 100% باید خوان. بله. ناب باشه. بله. نمیتونه. هیچ زبانی نمیتونه. این هستش که به اون در این زبان، چون الفبای فارسی هم باید توش بود، همه اون 32 الفبا توش هست، این همش سروده. برای این که کتاب کلاس اولش رو که بگیرید شبیه کتابهایی که ما در ایران بودش و فارسی رو یاد میگرفتی، یعنی با تمرین قلم که چگونه حرکت بکنه، مثلا ل بخوان، نقطه، قد، همه اینا رو دارم میگم برای کسایی که اگر تمایلی دارن که کودکانشان حالا اینجا به دنیا اومدن یا به هر شکلی دوست دارن فارسی یاد بگیرن. البته این فقط برای کودکان هم نیست، من باورم بر اینه که خیلی از بزرگسالها میتونن از روی اینها به سرعت فارسی رو یاد بگیرن، نوشتن، خواندن، و خیلی اکثرش هم با شعر گفته شده اینا، برای اینکه همش با شعر، نه غیر از این حروف این چیزایی که میگم همش با شعره. و این دلیلش هم اینه که خب هر کسی، حالا کودک بیشتر، بزرگسال هم اینطوری، با هنر همیشه میشه حرف رو قشنگتر زد و تاثیرگذارتر. همه یک مثلا یه صفحه آقا باز کن خودت بخونی. اینو محبتم شما بخونید. بده من بخونم. اینا من فارسیم خوب نیست. شما استاد من. مثلا و و یا او. او اینو به صورت شعر نوشته. اینجا یک آرامگاه هست، آرامگاه یک شاه هست، آرامگاه کوروش هست. اینا میبینی حالا حروفشون هم اونجایی که مثلا مربوط به اینه رنگش عوض شده. شاه مهر و بخشش است. کوروش شاه شاهان بود، با همه مهربان بود. او میگفت شادی نیکوست، دین هر کس بهر اوست. از آغاز بچه باید این کار بکنه. تمام اینا خیلی اینا وقت آقای قوی‌دل چقدر طول میکشه بچه ها فارسی رو یاد بگیرن با این کتاب ها؟ دقیقا ما آزمایش کردیم، یعنی نخستین بار من خودم آزمایش کردم با بچه هایی که در ترکیه بودن، دنبال پناهندگی بودن و گرفتار بودن و 7-8 سال از ایران بیرون بودن. تنها یکیشون پیش بانو عاطفه نامی درس خونده بود، دیگه بقیه هیچی نخونده بودن. از چند سال، 5 سال و اینا داشتیم تا 9 سال 10 ساله، در 12 ساعت 12 درس که این آسمان آبیست و یک کمیشو پخش خواهیم کرد نخستینشه، 12 هفته اینا فارسی کتاب، یعنی هفته یه ساعت، هفته یک ساعت ما بهشون مشق میدیم. پدر و مادرم اگه بخواد به پدر و مادر آموزش میدیم، اگه نه من دستیارانی دارم که در ایرانن، از راه نت بهشون یاد میدن، اونها دانشجوان و یه درآمدی برای اونا میشه و کارو آموختن. درسته. در 12 ساعت بچه پس از 3 ماه کتاب 2-3 و دارن برام شاهنامه میخونن هم بچه‌ها. اجازه بدید یه ویدیو داریم، یه توضیح راجع به آسمان آبی بدید. این آسمان آبی نخستین آموزش کتاب است داریوش جان، چون آقای باقری. نه نه شما بگید، من روم نمیشه بگم به شما. خدمتتون عرض کردم داریوش جان یا آقای باقری، چند سال از من کوچیک‌تر، از جایگاه هنری از من بسیار بالاتر، فنی فرهنگی. این آموزش با الفبا آغاز نمیشه، با واژه ها آغاز میشه. من پژوهشایی که کردم دیدم بچه ها با سرشون عکس میگیرن. بعد اینو که میخونن، برای نمونه آسمان آبی است که تو پرانتز آوردیم آبی است، یعنی سه واژه است. شبها مهتابی است یا مهتابی است، آبی خوشنماست، نما است. این با آسمان آشنا میشه، آبی آشنا میشه و است. سپس در اون کتاب در این درس اینه، در درس دو میاد ابر آمد، باد آمد، دارا با آذر آمد، ابر آمد، باران بارید. این واژه ها رو که کار میکنه، من در نشست چهارم به بچه ها گفتم که بچه ها میتونید اینا رو نگاه کنید، نقاشی کنید برامون. یکی از بچه ها گفت چرا نقاشی کنیم، مینویسیمش، بلدیم بنویسیم. من شوکه شدم، باور کنید. و این نوشتن برای من فرستادن. که یه بار اگه برنامه بیشتری بود براتون بودم اینجا خونه شما که ما همیشه هستیم، یه بار میذاریم که ببینن که بچه‌ای که چند بار پس از 4 هفته نوشتن. یه بخشی از ویدئوی آسمان آبی رو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم باز در ادامه برنامه در خدمت. آسمان آبیست، شبها مهتابیست، آبی خوشنماست، رنگ دریاهاست،
شادی خندی آذر خندان شد آسمان خندی دارا به آذر با شادی خندی آذر خندان شد آسمان خندی آسمان آبیز شب ها مد آبیز آبی خوش نماز رنگ دریا هاست. خب عرضم به حضورتون، اولا این وبسایت و ایمیل آدرس آقای قویدل اینجا هست، maziarqavidel.com و book@maziarqavidel.com. اگر دوست دارید که ارتباط بیشتری با آقای قویدل داشته باشین یا حتی کتاب‌ها رو تهیه بکنین، میتونین به وبسایت maziarqavidel.com مراجعه کنین. تو یوتیوبش اینا اگر برین، اگر بخواید ویدیوهای چیزای مختلف ببینین، اونجا میتونین ببینین. این کتاب‌هایی که ایشون گفتن تا کلاس 9م ادامه پیدا که این ادامه داره بازم تا 12 چون اونا دیگه رشته ها سوا میشه. درست میگه. تا نهم کلاس نهم هست. مراکز آموزشی اگر مایل باشن میتونن این کتابا رو تهیه کنن. کسایی که معلم های زبان فارسی هستن و دوست ندارن از کتاب هایی که الان در جمهوری اسلامی چاپ میشه، که میدونید دیگه لازم به گفتن نیستش که در چه جهتی بچه ها رو مغزشویی میکنن، این کتاب ها کتاب های همه بر اساس ملیت ایرانی. ما کلمه های عربی به کار میبریم، حالا بعدا آقای قویدل گوشمون رو میپیچینه، ولی خب ما هنوز بلد نیستیم مثل آقای قویدل صحبت کنیم. ولی جناب باقری من ببخشید، این کتاب ها درست زبانش پارسیه، زبان پارسی بسیار زبان ساده ای، سوای او زبان پیچیده و رادیو تلویزیون هاست و این واژه ها رو شما بخونید اصلا باور نمیکنید. دکتر ساسانفر، من ژنو رفته بودم دیدمش، کتاب 3 رو چاپ کرده بودم، برد اتاق خواب، اومد خون، گفت آقای قویدل این که همش فارسیه که. گفتم آره. گفت چرا انقدر ساده است، چطور تونستین؟ من 14 سال کار کردم برای همین زبان فارسی. آخه اینی که آقای قویدل میگن، بعضی ها به اصطلاحی داره میگن از اون بره پشت بوم میفتن، آنچنان سخت و پیچیده میکنن این زبان فارسی رو که آدم از خواندن و حرف زدنش پشیمون میشه. ولی واقعیت اینه که کتاب ها بسیار بسیار در این حالی که زبان پارسی است ولی ساده است. ولی قبل از این کتاب ها برای پیش دبستانی ها هم کتاب های متعددی چاپ شده. یکیش الان این دریا چه زیباست، که این هم همش مثلا شعره دیگه. آره این هم آره. شعره اینا گردش آب و نشون میده، یعنی بچه از آغاز نگاه میکنه که آب چجوری درست میشه، چجوری چه گردشی داره، چون درست نمیشه. دریا چه زیباست، دریا جای ماهی ها، هنگامی که آفتابیست از دور رنگ آن آبیست. و ادامه پیدا میکنه که میره و این ماهی سیاه کوچولو هم یه جوری نقش داره. آره درسته. خب عرضم به حضورتون که این کتاب کاوه آهنگر چی؟ ببینید یه سری کارهاییه که برای کودکان و نوجوانانه، جوانان هم میتونن بهره بگیرن، بزرگان. این هم همش سروده. در کارهایی که در زمینه فرهنگ ایرانی شده، که همه این کتابا از شاهنامه و فرهنگ ایرانی سرچشمه داره و جشنهای ایرانی، ما دیدیم برای نمونه حتی زنده یاد سیاوش کسرایی زن نقش نداره در درسته. کارش زن در اینا نقش داره، در آرشش در آرش اصلا نداره، اونش کار ماندنیه. بله. ماندگار بسیار شاهکاره، متو زن هیچ کار است. در کتابایی که در فرهنگ ایرانی ما کار کردم زن نقش داره، یعنی برای نمونه در زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، این در سال 56 من زن زندگی رو دیده بودم، چون آزادی بود شعارو. در اینجا که نگاه میکنید میاد یه داستان برات، راوی برات میگه که چیه، سپس اینو داره میگه، یه دختر میاد روایت میکنه داستان برای مادر، مادر میگه که چیه این صدا، مالی چیه این خروش، مالی کیه، میگه خروش از کاوه، از کاوه پاکدل آزاده. میگه چی شده خروشش از چیه، میگه از ضحاک، از ستمه. و این مادر و این دختر این دیالوگ رو تکرار میکنن تا به پایان میرسه این داستان. کتابام همه مصور هستش، تصویرهاش همه تصویرهای اورجینال، به قول معروف خیلی فارسی صحبت کنین، از ناب و اصل، یعنی اینا برای این کتاب اصلا طراحی شده. خیلی آقای قویدل سر این کار زحمت کشیده. از استاد یوسفی در ایران دانشگاه ققنوس دارن اینجا. من بهتون گفتم این داستان داره میگه مادری خسته مادری خسته دلان بانک شنید، گفت فرزند خروش از چی کسی است؟ دخترش گفت خروش از کاوه، کاوه شیردل آزاده. گفت فرزند خروشش از چیست؟ شکوه و جوش و خروش از چه کسی است؟
شیرزن دختر گردش گفتا کاوه پاک دل آزاده از ستم داد و فغان سر داده بر سر نیزه زده چرب. خب به هر روی میخونه و میاد و به همین گونه میاد و پیش میره و نام ایران توش هست. نگاه های کاری که در نگاه های من در این کتاب ها نخست جهانیه، یعنی من خودم نخست جهانیم، در این جهان زاده شدم، سپس در ایران زاده شدم، در بروژر زاده شدم، اما لور بختیاری هم. همه اینا در پیوندی، یعنی من اگر ایرانی نباشه دیگه جهانی نباشه، ایرانی نیست، ایرانی نباشه لوری. آیا عبدال برای کسایی که مشتاق هستن که بتونن از کلاس ها استفاده بکنن، آیا کلاس هم دارید برای این کار یا نه؟ داشتیم. اینهایی که بخوان سفارش بدن از دوستان من که در ایران هستن و دستیارای من، حالا غیر از ایران خارج از کشور چی؟ با من در پیوند باشن، از راه اینها در پیوند باشه ببینم چگونه چیکار میتونه، چون چند دوره براشون گذاشتیم و روی یوتیوب نمونه های کلاس ها رو داشتن دارن. بله روی یوتیوب من هست که ما آموزش دادیم و چگونگی آموزش رو میتونم اونجا ببینم. خب بعد غیر از کتاب های حالا آموزشی به عنوان کتاب های درسی در حقیقت باید اینا رو حساب بکنیم، آقای قویدل یه سری کتاب دیگه هم از داستان های شاهنامه رو به یک کار خیلی خیلی زیبا کردن. این الان کامله نه؟ این کامله. یکیش از کیومرثشاه، نخستین پادشاه، هوشنگشاه و تهمورثشاه. اینا هر کدوم اولا یک کاور بسیار زیبا داره. میدونین بچه ها به خصوص وقتی که قرار هدیه ای رو بگیرن زیبایی هدیه براشون مهمه، به همین دلیل نگهش میدارن. کار خیلی جالبی که کرده مازیار آقای قویده، نگاه کنیم حالا کتاب ها رو خیلی نفیس چاپ کردن، با هم چاپ چندین چاپ روی همدیگه اومده. یه چیزی هم که خیلی جالبه این به صورت نقره‌ای در حقیقت سیلور کد شده روش، بچه ها وقتی دستشون میگیرن خودشون هم تو کتاب میبینن، در حقیقت ایرانی که یک کتاب ایرانی دستش گرفته و خودش هم در اون کتاب هست. بعد این کتاب ها رو هر کدومو که باز میکنن دا یکی از داستان‌های شاهنامه رو به زبان شعر مازیار قویدل، میدونی خب خوندن شاهنامه برای خیلی ها مشکله، مشکله که به دلیل اینکه نخوندن، برای اینکه کار نشده روشون. اگر از مثل این کارهایی که آقای قویدل کرده، اگر از دوران دبستان روی اینا کار میشد، یکی از ارزنده ترین منابع فرهنگی ما شاهنامه رو خیلی ها نمیتونن متاسفانه بخونن، ولی اگر بخوان و کار بکنن یه ذره همت بذارن حتما خواهند. ولی برای بچه ها خب آقای قویدل اومده اینا رو به صورت شعر ساده ساده قابل خوندن، نه قابل فهم، قابل فهم که همش هست، ولی به صورت خیلی ساده در بده. مثلا داستان کیومرثشاه، نخستین پادشاه رو، نخستین پادشاه. هزارها سال پیش از ما شاهی نبود تو دنیا، هر کس تو جنگل و دشت دنبال جایی میگشت. چه روزگار سختی، نه خونه ای نه رختی، نه چیز خوبی داشتن نه دونه ای میکاشتند. خوراکشان همیشه میوه و برگ و ریشه، نه سر بود و نه سامان، آواره بیابان. و همینجوری ادامه این همش هم تصویر داره، یعنی جوریه که این به خصوص در خارج از کشور میرید برای بچه ها کتاب هدیه میخرین، کتاب های میکی ماوس نمیدونم چیزهای مختلف میگیرین، یه مجموعه از این کار فرهنگی رو هم داشته باشید. مطمئن باشید وقتی بچه ها اینا رو یاد گرفتن بخوندن، یا شما شبها که میخواین براشون قصه بگین تا بخوابن، به جای سپید برفی میتونید یکی از داستانهای شاهنامه رو به این زیبایی که به صورت لالایی هم واقعا میشه خوندش برای بچه ها بخونید و ببینید چقدر لذت میبرن، چقدر محو این جریان میشن. چرا به داریوشخان باقری یه چیز که به دوستان بگم، کتاب منو هیچ کتاب فروشی نمیفروشه، بنیاد نوروز گرفته بهمن جان مالیزاده داره، هیچ کتاب منو هیچ جا نمیفروشه به انگیزه هایی، و اگر بخوان تنها از خود من، اگر جایی هم دیدید کتاب منو میفروشن به من بگید. الان یکی از دلایلش هم البته من خدمتتون بگم، برای اینکه کتابو وقتی شما میدین به یک کتاب فروشی، حالا مثلا میگم این مثلا 20 دلار قیمتش هست، وقتی میدین کتاب فروشی بفروشه باید 30 دلار هم اون اضافه کنه روش 50 دلار بفروشه. خب وقتی که شما میتونید با قیمت اصلش از وبسایت maziarqavidel.com یا از طریق ایمیل book@maziarqavidel.com تهیه بکنید، من فکر میکنم کار بسیار ارزنده ای کردن. کتاب بعدی کیومرثشاه. این چهار کتابی کیومرثشاه داره و یه تئاتر که تئاترش رو امروز پخش میکنیم.
یه کمشو میخوای الان یه ذره آره آره ببینیم بعد نیست جومرزشا رو بذاریم یه بخشی از اینی که من یه توضیح بدم خدمتتون. اینی که شما الان این ویدیوهایی که میبینین بچه‌ها در ایران این کارو کردن، در ایران خودشون همه کارش خودشون کرد. اصلا شما ازشون خواسته بودن یا خودشون کردن؟ یکی از اونا رو اصلا من نخواسته بودم و من رو شوکه کردن. یعنی یه هوی سورپرایز گفتی لس آنجلسیا که من خواستن در یه مهمانی باشن، رفتم دیدم بچه ها اینو به چه خوبی که امروز آرش کمانگیری کمشون میبینیم، اینو خود بچه ها کردن. بریم از کیومرزشاه رو هم یه بخشی از ویدیوش رو با هم ببینیم. دوستان گرامی درود بر شما، من ماهرخ کارگردان این نمایشنامه هستم که با یاری چند تن از دوستان مانند آقای بهروز چلمیرانی در کارهای فنی، هلنا جان خاجوی در داستان سرایی و داریوش جان موسوی در نقش کیومرزشاه، نمایشنامه کیومرزشاه نخستین پادشاه رو سر و سامان دادیم. این نمایشنامه نوشته استاد مازیار قوی دل هست و در راستای فرهنگ ایران بزرگ و شاهنامه استاد سخن فردوسی طوسی نوشته شده. در این داستان ما میبینیم که چگونه مردم اون زمان برای رهبری و پیشبرد کارهای خودشون کیومرز رو به پادشاهی خود برمیگزینه. داستان رو ببینیم و بشنویم از زبان هلنا جان و داریوش جان. کیومرزشاه بخش یک، برگزیدن کیومرز به پادشاهی. هزارها سال پیش از این مردم در دشت و جنگل و بیابان زندگی میکردند. آنها هنوز رخت و پول، چاک و خانه و سرپناه نداشتند. سرپناه آنها شاخ و برگ درختان بود و چون هنوز نمیتوانستند آتش برافروزند یا روشن کنند، خوراک آنها گیاه و میوه خام بود. زندگی کردن در دشت و بیابان بسیار دشوار بود. آنها ناچار بودند برای خوراک یا فرار از برف و سرما از جایی به جای دیگر بروند. مردم پس از سالها با خود اندیشیدند برای داشتن زندگی بهتر پادشاه شهریار و رهبری برای خود برگزینند. آنها پس از گفتگوهای بسیار کیومرز را که جوانی دانا و مهربان بود و مردم و جانداران و زیستبوم یا طبیعت دوست داشت به پادشاهی و شهریاری خود برگزیدند. نام من هست کیومرز شهی دادگرم، شاه ایران و جهان رهبری آباد گرم. پیشترها زن و مردی به جهان شاه نبود، پیش از آن هیچ کسی از شهی آگاه نبود. برگزیدن مرا مردم ایران جوان، با چنان روشن شاه نخستین جهان. برگزیدن مرا تا شه آنان باش، رهبر و راه نما یاور آنن باش. درودی دوباره من به حضورتون که پس اینا ببینین به صورت یک مجموعه زیبا در یک بسته‌بندی بسیار زیبا میاد. این کیومرزشاه بود، طهمورزشاه هم که گفتیم و هوشنگشاه. فعلا سه قصه در حقیقت از قصه های شاهنامه رو به صورت این مجموعه در اومده. چند تا اینا در نهایت خواهد شد؟ تا جایی که من زنده تا این میتونه چند صد بشه میتونه چند صد بشه. به همین گونه میاد که یه بخش کتابخونه مال اونا باشه. آقای باقری من یادم رفت فراموش کردم سپاسگزاری کنم از برادران چل امیرانی. من بهشون میگم برادران امیدوار. بله. در استکهلم که برادر کوچکتر داشت از دست میرفت از کرونا که خوشبیارانه خوب شد، برنامه خوبی در یوتیوب داره. این بهروز چلمیرانی همه آرایش این هماهنگی این سرهم کردن کارهای تئاتر اینا با ایشون، از ایشون و برادرشون از هر دو سپاسگزارم من. البته من خدمت بینندگان عزیز بگم تلویزیون پارس با البته اجازه آقای شجره
هیچ برداشت مالی یا توقع مالی از این کار نداره، این کار رو با افتخار داره میکنه، چون کمک به فرهنگ ایرانی رو شما، این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم بکنیم و حداقل کاری که شما میتونیم بکنیم استقبال از این کار. خیلی ها، من چون از نزدیک با آقای قوی‌دل در ارتباط هستم، خیلی ها دوست دارن اسپانسر ایشون بشن، پول هزینه بکنن، بگن که کمک مالی میکنیم. ایشون هیچ وقت قبول نکردن، الان هم قبول نمیکنن. همیشه میگن اگر کسی میخواد کمکی به فرهنگ ما بکنه، کتابا رو بخرید. میتونین این کتابا رو بخرید به کتابخونه های محلیتون، حتی هر جای دنیا هستین، هدیه بدید که در مجموعه کتابهایی که در کتابخونه ها هستش، در بخش ایرانش، این کتابها، نه کتابهایی رو که جمهوری اسلامی چاپ کرده، کتابهایی که به زبان فارسی یا پارسی هستش. این بهترین راهیه که شما میتونید کمک کنید به فرهنگ ایرانی. شما لازم نیست پول، شما ممکنه $1,000 $2,000 $10,000 کمک کنید به یک جریان فرهنگی، حالا مثلا آقای قوی‌دل. ولی ایشون خیلی اصرار دارن به جای این کار شما کتابا رو تهیه بکنید، کتابا رو تهیه بکنید. اگر دوست دارید مبلغ بیشتری رو هم خوب کمک بکنید به این جریان، تعداد بیشتری رو کتاب بخرید یا هدیه بدید یا به کتابخونه ها اهدا بکنید یا در اجتماعاتی که برگزار میشه سیزده بدر جاهای مختلفه میتونین کتابا رو هدیه بدین. خیلی کار با ارزشیه و حمایتتون از کار فرهنگی بسیار میتونه پر ارزش باشه. جناب باقری، بانو آریایی از لندن خواست یاری بده، من گفتم یاری نمیپذیره، گفت بزنین برای هزینه پست، فرستاد پول برای بانو یا برای من یا بانو ایران دختر استکهلم هستن، این کار رو بردوش دارن، میخوان برای اون بفرستن برای پست کردن کتاب ها. کتاب ها رو ما به ایران رایگان میدیم برای هزینه‌های پست، اگر خودشونم بتونن ببرن کار ما ساده تره، خریداری کنن خودشون با مسافر بدن ببرن ایران. در فرودگاه هیچ دشواری برای این کتاب ها پیش نمیاد، هیچ. یعنی یه چمدون کتاب، یکی از دوستای من برده نگاه کردن، گفتن اینا کتابای خوبیه، مالیات بده. گفته بابا اینا رو داریم رایگان میده، گفته بودم ببرید. بریم یه بخشی از آرش کمانگیر هم که بچه‌ها در ایران کار کردن، اونم ببینید که ببینید تاثیر این کتاب ها بر روی کودکان چگونه. بی اینکه من بدونم این کارو کردن. آرش کمانگیر، سروده استاد مازیار قوی‌دل. کبود که پر از تازگی بود، که پر از رادی و آزادگی بود، در یک روزگار دور، روزگاری پر ز شور، که همه مردم ایران شده بودند در بدر. یک جوان مرد دلیر، پهلوانی همچو شیر، با یک تیر و یک کمان، زیر بام آسمان، آنچنان شوری به پا کرد که نبود، جشن و سوری بوا کرد که نبود. نام آن مرد دلیر، آن کماندار چشیر، آرش بود، آرش شریوتی. آری نام فرخنده آن مرد دلیر آرش بود، آرش شریوتی، آرش شریوتی. آرش آن افسر با نام و نشان، تیری انداخت به پهنای زمان، تا که ایران شود جنگ رها، همه جا پس شود شور و نوا. هر کس آمین نوی ساز کند، روزگاری دگر آغاز کند، چهره هاتون که بلور خانیش. خب دوستان عزیز، متاسفانه وقتمون اجازه نمیده که بیشتر از آقای قوی‌دل استفاده سو استفاده بکنیم و ازش بهره ببریم. اما یادتون باشه مازیارقوی‌دل.com اینجا نوشته شده، این پایین، اینجا مازیارقوی‌دل.com وبسایتشون هست که میتونیم در ارتباط باشین، یا از طریق ایمیل book@mazyar.com مازیارقوی‌دل.com book@mazyarقوی‌دل.com میتونید در ارتباط باشید.
و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و یه نیم ساعتی ما در خدمتتون بودیم. شما هم خوراک مغز هم خوراک دل هم قربون شما. خدا یار نگهدارتون. از فرهنگتون حمایت کنید، از فرهنگتون حمایت بکنید، کمترین کاری است که میتونید بکنید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.